خبری از افغانستان دیدبان حقوق بشر در پی نشر گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما که موارد نقض حقوق بشر علیه مقامها و نظامیان حکومت پیشین توسط طالبان را مستند کرده گفته است که کشتارهای انتقام جویانی طالبان در افغانستان پایانی ندارد در گزارش یونما که روز سهشنبه 31 و مرداد منتشر شده آمده است که این دفتر از 15 آگوست 2021 الاسی ماه جوان سال جاری میلادی دست کم 800 مورد نقض حقوق بشر از جمله 218 قتل فراغذایی و 14 مورد ناپدید شدنگان اجباری را ثبت کرده است. معاون مدیر آسیایی دیدبان حقوق بشر گفته است که این گزارش نگرانی ها در مورد رفتار طالبان با پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق را تأیید می کند. وی افزوده است که رهبران طالبان پس از به دست گرفتن قدرت به اعضای نیروهای امنیتی پیشین وعده اف دادند اما این امر فرماندهان محلی این گروه را از انجام حملات انتقام جویانه منع نکرده است افرادی که با آژانس سازمان ملل مصاحبه کرده اند ضرب و شتم بالوله و کابل و همچنین تهدید و توهین کلامی را توصیف کردند یوناما از اعضای خانواده هایی که بستگانشان دستگیر یا ناپدید شده بودند شنیده که اجساد آنها روزها یا حتی ماها بعد پیدا شده و در برخی موارد افراد هرگز پیدا نشدند.